به نظر شما تفاوت یادگیری و فهمیدن چیه؟ من اگه بخوام یک موضوع دشوار علمی یا غیر علمی هر چیزی رو آموزش ببینم به خوبی یاد بگیرم چه الگوریتمی رو باید طی کنم از چه مراحلی تشکیل شده مطالب این ویدیو هم برای اون افرادی که میخواهند خودشان آموزش بدهند میتونه مفید باشه به هر حال حاصل بالای 17 سال تدریس من در کلاس های درس هست که دائما هی روش های مختلف رو تست کردم و در نهایت احساس میکنم الان تو سن چهل سالگی پس از 17 سال تدریس بالاخره رسیدم به جایگاهی که اون چیزی که باید تونستم پیدا بکنم و اونو میخوام با شما به اشتراک بگذارم به امید اینکه احتمالا یک تعدادی از شماها هم شاید در آینده مدرس باشید استاد دانشگاه باشید و بتوانید استفاده کنید و مفید واقع بشه و یا اگر که مدرس هم نیستین خود شما به عنوان کسی که دانشجو هستین یه دانش آموز هستین یک چیزی رو دارین یاد میگیرین سعی کنید این مراحل سه مرحله کلیدی رو که من در ادامه عرض خواهم کرد خودتون انجام بدید حتی با کمک سایر دانشجو هم میتونید این کار رو انجام بدید خب اصولا وجود یک شخص با تجربه به عنوان استاد اون درس میتونه خیلی کمک کننده باشه ولی حتی اگر این فرصت رو ندارید این شانس رو ندارید میتونید خودتون این رو انجام بدید اصولا برای اینکه شما یک موضوع رو یاد بگیرید حالا مثلا رشته من مهندسی مکانیک هست یا میتونه موسیقی باشه یا هر رشته دیگه ای که هستش از سه مرحله تشکیل میشه مرحله یا سطح اول طبقه اول این ساختمان یاد گرفتن کلیاته درک اصلا اینکه موضوع چیه در مورد چی داریم صحبت میکنیم خب شما زمانی به این حد میتونید برسید که وقتی برگی امتحانی رو بهتون دادن یا یه مسئله رو جلوی روی شما قرار دادند شما بفهمیدین در مورد چی داره صحبت میکنه موضوع چی اصلا مسئله چیه دنبال چی هستیم اصلا واسه چی داریم این رشته رو میخونیم یک سری مطالبه که از یه مقدمه فکر شده شروع میشه تا برسه به یک جایگاهی که شما کلیت مسئله رو دستتون بیاین تو خط اصطلاحا را بیفتید اون دنده یک ماشین در ادامه ارز خواهم کرد این سه مرحله چیه و برای اینکه هر کدوم از این مراحل طی بشه چگونه باید شما این پروسه رو طی کنید مرحله دوم این هستش که مفاهیمی که در قسمت اول فکر کردید که یاد گرفتین رو بفهمید تا از یادگیری به مرحله مفهوم برسید این مسئله رو از قدم یک به قدم دو ارز خواهم کرد در ادامه مثلا فرض کنید شما میرید یه بازی فوتبال رو نگاه میکنید میبینید اینا چجوری به هم پاس میدن میگید ای ولی مثلا پاس داد به اون اون پاس داد به این اما کافی خودتون برید تو اون جایگاه قرار بگیرید نمیتونید اون کار انجام بدید در مسائل یادگیری هم شبیه همینش وقتی سر کلاس درس میشینین ممکنه استاد شما مطالبی رو بگه که شما اصلا میفهمید اون لحظه این چی داره میگه بله اگه معادلات دیفرانسیل مثلا باشه مرتبه دو بود این کار کنی مرتبه یک بود این کار کنی اونطوری بشه اینطوری بشه یا در هارمونی اینه کنترل اینه سازمندین اینا رو قشنگ میفهمید اون لحظه که گوش میدین میگین به به چقدر من خوبه وزم و از اینا این مرحله یادگیریه اما تبدیل به فهمیدن نشده زمانی این این همون مرحله یکی که عرض کردم حالا زمانی تبدیل به فهمیدن میشه که شما وارد مرحله دوم بشید که همین مطالب تبدیل به مفاهیم بشه مطلب یعنی چیزی که شما یاد گرفتین مفهوم یعنی چیزی که فهمیدین با گوشت و پوست و استخونتون لمسش کردید خواهم گفت چگونه به این مرحله برسیدم ولی خب هر جفت این دو مرحله یک و دویی که گفتم لازمه این هستش که شما این مرحله سی برسید یعنی مثل یک دامنه کوهیه که شما رو به یک نوک قله‌ای میخواد برسونه و این نوک قله چی هست استفاده از آن چیزی که یاد گرفتید و یا فهمیدید برای اینکه یک مسئله ای رو حل کنید یک قطعه رو بتونید بنوازید یک قطعه رو تحلیل کنید اگه موسیقی است اگر یک مسئله ای رو بتونید حل بکنید یک سازه ای رو بتوانید طراحی کنید یک ساختمونی رو طراحی گال و مهندسی و هر رشته دیگه که هست پس مرحله سوم می شود به کار گرفتن آن مطالبی که تبدیل به مفهوم شدند در راستای حل یک مسئله این حالا سوال اینجاست که چطوری میشه اینا رو به این مراحلی که من عرض کردم دست پیدا کرد که اگه مدرس هستید خب سعی کنید اینا رو پیاده کنید اگر نه خودتون به عنوان کسی که دارید یاد میگیرید اینها رو با رفیقاتون پیاده سازی بکنید قدم اول کلیات هست کلیات خب زمانی که ما درس میخونیم نه یوتیوبی بود نه فضای مجازی بود چی نبود صرفا از کلاس های درس میشد یاد گرفت هنوزم البته من معتقد هستم که کاراترین روش یادگیری نفهمیدن یادگیری مطالب درسی حضور سر کلاس درس به شکل فیزیکی درسته که خب فضای مجازی یا یوتیوب و اینها زیاده ولی هنوز اون برخورد چهره به چهره و برخورد شخصی در طول یک ترم از انتخاب واحد بگیرید تا تان پایان هنوز جایگاه خاص خودشو داره ولی اگر که خب شما این شانس رو ندارید که یک استادی داشته باشین خب میتوانید از فضای مجازی استفاده کنید شاید 100 درصد نه ولی 70 80 درصد اون رو میتونه براتون جبران بکنه. پس اینکه من یاد بگیرم مطالب رو و نه درکشون کنم، یاد بگیرم صرفا به کمک یوتیوب کورس هایی که وجود داره به شکل آنلاین در دانشگاه دنیا الان دیگه به نظر مستادی که کلاس های آنلاینش رو در اختیار همه نظاره یکم هم الان تو شرایطی که ما داریم دیگه میشه گفت واقعا عقب افتادگی است. یعنی واقعا دیگه ما باید اوپن کار کنیم. من 7 هفت هفت سال است دارم در فضای مجازی ویدیو میذارم. من استاد 90 ساله ای رو میشناسم که کانال یوتیوب درست رو کرده این مرحله اول که خب یا فضای اگر استاد خوب داری که چه بهتر اگه ندارید با فضای مجازی میتوانید این رو تا حد زیادی جبران بکنید مرحله دوم اسمت اصلی شاید اینکه چه جور میشه اینا مطالبی که به ذهن ما مثل یک بمباران منتقل شده رو تبدیل به مفاهیم کرد اینجا یک داستانی مطرح میشه که سیستم کلاس معکوس هست حالا ابزار اجراییش و ابزار خیلی مفهوم سادهش هم اینه که شما باید به تمایدی موضوع رو توضیح بدید تا زمانی که فرض کنید اصلا خودتون استاد درسی مثل یک استاد مطلبی که رو یاد گرفتید رو به بقیه توضیح بدید زمانی که این ابزار توضیح دادن به صورت سیستماتیک در قالب یک سیستم کلاسی پیاده سازی بشه سیستم کلاس معکوس ایجاد میشه که من در مورد سیستم کلاس معکوس صحبت کردم اما من نزدیک 4 5 سالی هستش که الان سیستم کلاس معکوس دارم یه پروسه ای داری الگوریتمی داره اون واسه خودش نمیخوام وارد اون مقوله بشم ولی نتیجهش اینه که دانشجویان در کلاس درس مستمع یک طرفه نیست اون سیستم معروف که به صورت دیالکتیک باشه پرسش پاسخ باشه این هستش که باعث میشه یادگیری تبدیل به مفهوم بشه به فهمیدن تبدیل بشه وقتی که شما خودتون مجبور باشید درس رو توضیح بدید و انگاری که اصلا شما استاد درس هستید باز هم خب ایدالترین روش برای این که این فهمیدن رو جا سیستم کلاس معکوسه که من الان 4 5 سالی دیگه تجربه دارم به اندازه کافی و واقعا راضی هستیم ازش اما برای سی کلاس های شلوغ جواب نمیده یه مقدار راندمند بالای 20 نفر دیگه واقعا جواب نمیده و یا ممکن استاد شما خب اصلا خیلی با این سیستم کلاس محکوس اصلا اعتقادی نداشته باشه بهش ایراد نداره شما همون سیستم قدیمی که یک نفر صحبت میکنه بقیه گوش میدن و ببرین جلو با دانشجوهای دیگه با رفیقاتون دور هم جمع بشید و برای همدیگه درست رو توضیح بدید این قرار نیست حتما زور با سر کسی باشه که وقتی من یه اعتقاد درونی داشته باشم که یه موضوعی مفیده خب این کار خودم انجام میدم پیشنهاد بعدی این به صورت انگلیسی انجام بدید فری دیسکشن ما تو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه انجام فری دیسکشن داریم دانشگاه من فکر کنم 7 من خبر دارم به این اساتید داشتیم یک زمانی که الان دیگه واقعا اساتید متاسفانه خیلی هاشون دارن میرن و اصلا انگیزه انگیزگی عجیبی بین اساتید با این وضعیت ایجاد شد الان اون یه مقوله دیگری هست میشه راجعش صحبت کرد ولی بین اساتید داشتیم من پیشنهادم این هستش که هم برای اینکه یادگیری رو تبدیل به فهمیدن بکنید و همین که زبان انگلیسیتون قوی بشه جلسات فری دیسکشن 4 5 نفر پیدا کنید بشینید با هم به انگلیسی مطالب رو بگین اصلا به فارسی توضیح بدید با این کاری که انجام میدید اون مطلبی که شنیدین گفتیم به بچه خوب میفهمم من در صورتی که شما نمیفهمیدین شما یاد میگرفتین وقتی به بقیه توضیح میدید تبدیل میشه به فهمیدن یه راه دیگه اینه که حل تمرین باشید برید و از اساتیدی که اون درس رو راه میدن شما درس رو پاس کردید با نمره نمره خوبی هم پاس کردید اون استاد هم شما رو میشناسه درخواست کنید که حل تمرین اون درس باشید و برید سر کلاس به دانشجو همون مطالب رو درس بدید خیلی تجربه ارزشمندی ای این مطلبی که من ارز می کنم پس با این سیستم من می توانم به مرحله دو برسم حالا من یک سری مطالبی رو به من یاد دادن و من اونها رو فهمیدم برای اینکه بتونم به کار ببرم و یک مسئله ای رو حل بکنم اینجا خیلی نکته مهمه اینجا نکته مطالبی که میگن بسیار داره اهمیت ها اینا سوالاتی که از بین دو سالای دوستاتون اومده بیرون چه دانشجوهای خودم چه فضای مجازی اولا که شما قرار نیست همین اول برید یه مشکل عظیم و جسه توی سنت رو حل بکن چه مشکل توربین های نیروگاه فلان رو برین حل بکن خب مسائلی که تو سنت هست گهگاه در این اسکیله و این چون وقتی شما با این روبرو رو, رو میشین ناامید میشین مایوس میشین میگه واو خب پس من که نمیتونم ولش کنم پس برم دنبال یه کار دیگه مثلا خب این طبیعی است یعنی قرار نیست هم از اول همین اونایی یعنی که الان تو اون صنای دارن کار میکنن اینجوری نبودی که روز اول بتونن اونها رو حل کنن اعتماد به نفستون رو حفظ کنید قدم به قدم از مسائل ساده شروع کنید برسید به مسائل پیچیده که تو این مسیر خب اساتیدتون همراهتون هستن مراکز رشد پارک های علم و فناوری منتور هایی که تو این صنایع هستن جلسات سخنرانی ها بسیار این جلسات رو برید تا این پروسه حل مسائل پیچیده رو که در آینده زندگی علمی شما مهم خواهند بود رو از همین الان با آشنا بشید ولی ما فعلا از ساده ترین حالت شروع میکنیم سر کلاس درس ابتدایی ترین چیز اینه که شما بتوانید پس از اینکه مفاهیم رو فهمیدید مطالب رو فهمیدید دست به قلم ببرید یه مثل مسائل ساده رو حل بکن باز هم اینجا دو حالت رخ میده یه وقتی که یک استادی هست شما این شانس رو دارید که استادی در کنارتون باشه یه وقتی هم نه ندارید یا اون شخصی که استادتون هست زیاد این به این مسائل فکر نمیکنه یه راهش این هستش که تمرین داده بشه به دانشجوها و نمره برای اون تمرین تمرین داده بشه که متاسفانه کپی میکنن دانشجوها دیگه از روی هم دیگه یه وقتی نه که بگم آقا به من چه ربطی داره کپی میکنن که بکنن به خودشون مربوطه به من که مسئول کپی کردن نیستم که بکن خب که این به نظر تفکر غلطی است اینکه خب من به عنوان استاد درس برام مهم نیست که این کپی میکنن یا نمیکنن بعد نمره شون هم میدم به همشون خب این مقدار اصلا توهین به شعور استاد و بقیه دانشجو است و من به شخصه تمرین نمیدم به خاطر این بحث کپی و اینها نمیدم اما در راه حلی که من پس از این 17 سال بهش رسیدم گرفتن کویز هست کویز های متعدد و میان ترم هم که البته سر جای خودش هست این هم باعث میشه که در طول ترم نمره پخش بشه یعنی پرسش پاسخ ها خودش ممکنه مثلا یک چهارم کل نمره رو داشته باشه کویز ها هم یک چهارم نمره مثلا میان ترم شما یه جو دو سوم نمرتون در طول ترم تعیین میشه که این استاندارد جهانی است ارزیابی مستمر در طول ترم چیزی که دیگه در جهان الان پذیرفته شده است با یه امتحان پانترمو پا و نهایتا دو تا امتحان و اینا نمیشه مثلا رو جنگ در کویز نکتهش اینه چون دانشجو شاید اولین باره که داره به شکل جدی دست به قلم میبره و به تنهایی دست به قلم میبره احساس تنهایی قربت میکنه برای اینکه از این غربت فرار کنه خب ممکنه تقلب کنه موبایل و فلان اینا که خب جلوی اونو میگیریم و به جد باهاش برخورد میکنیم ولی فرض ما اینه که تقلب هم کسی نمیکنه خب دانشجو تنهاست اولین بار هم هست به شکل جدی داره یک مسئله ای رو حالا فرض کردیم مثلا تمرین عمل کرده ولی چون بالاخره نمره است پای نمره در میونه باید جواب درست به دست بیاد خب تمرین آدم نهایت من می گیر میکنه نگاه میکنه به جواب ما باید کمکش کنیم من مدرس باید کمک کنم دانشجو یعنی سر جلسه های کویز من خیلی راهنمایی میکنم حتی میشه گفت کویزهای من یک جور حل تمرین جدیه ولی حل تمرینه یعنی من کمک می میکنم راهنمایی میکنم دستشونو میگیرم به تدریج بلندشون می میکنم یهو رهاش نمیگم میام پاشو مثلا راه بروسه بچه‌ای که به دنیا اومده بگیرن دیگه خودت باید راه بری دیگه با استفاده از این سیستم کویز هایی که خیلی شبیه به حل تمرین هستن ولی خیلی فکر شده و حساب شده تجربه ای که از بچه گرفت. خودشون میگن کویز بگیرید چرا از چرا کویز نمیگیرید خودشون اصلا اصلا سوال جواب و بچه خودشون از من میخوان حتی من اولی کلاس ها همیشه به صورت دموکراسی نظر خواهی میکنم میام چی دوست دارید دوست دارید کویز بگیرم یا نگیرم توضیح هم میدم که فلسفه همین نکاتی که الان میگم و توضیح میدم دوست دارید پرسش پاسخ داشته باشیم هر جلسه خب استرس داره دیگه رندوم هم انجام میدم این کارو ولی خودشون میخوانسن الان چند ترم هست که من این از پر... چیزی که میکنم حالا شو گفت رو که میکنم همه بچه ها موافقن با این سیستم برای اینکه خودشون احساس میکنن که میفهمن یاد نمیگیرن میفهمن خودشون احساس میکنن که دست به قلم میبرند و لذت به دست آوردن یک جواب درست رو میچشن تو زندگیشون و اولین قدم هایی است که قراره برداشته بشه به سمت یک مهندس حرفه ای شدن یکیش بحث کویز هایی است که عرض کردم خب اگر که واقعا استادی ندارید که اینجوری میکنه خودتون انجام بدید زمان بگیرید و یا از حل تمرینتون بخواید این کارو بکنه و به جد بشینید دور هم کویز بگیرید از خودتون چی میشه دو خوش هم میگذره خیلی خوش میگذره دور هم دیگه یه نکته دیگه ای هم که در بحث حل مسئله لازم راجبش باید صحبت کنم من در مورد حل مسئله ویدیو دارم خوشبختانه اصلا یکی از مهارت های نرم حل مسئله است دیگه من شما رو ارجاع میدم به اون ویدیو چون وقت نیست اینجا طولانی داره میشه ولی خیلی خلاصه اگر بکنم تفکر معکوس یکی از مهمترین مطالب در حل مسئله است شما در چه در زندگیتون چه در هر جایی میخواین وقتی مسئله ای رو حل کنیم بعد برعکس فکر کنیم من تو کلاس هم سعی میکنم همینجوری بگم که این چگونه است الگوریتمش اول باید در بیارید. یعنی بدونید برای اینکه از داده های مسئله که نقطه A هست برسید به خواسته مسئله که نقطه B هست نباید از A به سمت B حرکت کنیم چیزی که معمولا نه باید از B به سمت A حرکت کنیم یعنی شما بدانید که این B رو چگونه باید ب... بر... یه قدم قبلش چیه برای اینکه فلان چیزو من اینم توضیح دادم ویدیوهای دیگه خیلی خلاصه اینجا میگم یه قدم قبلش چیه یه قدم یه قدم یه قدم برسید به اون جایی که هستید حالا شروع کنید رو به جلو نوشتن پس ما باید الگوریتم حل رو به شکل معکوس از خواسته به سمت داده های اولیه به دست بیاریم این الگوریتم حل کلیدی ترین بخش در حل مسئله است مادامی که شما اصلا این حل، الگوریتم حل رو بلد نباشین اصلا چی رو مثلا چه مسئله این میخواین حل کنین چشپسته که نمیدونه من به شما بگن آقا میخوای از اینجا بری تا مثلا سر کوچه مثلا شما میدونی شما راهو بلد نیستی چیکار میکنی با شانسی حرکت میکنی میگه همینجوری ببینم کجا میرسم یعنی میشه که شما بعد اول بدونی از اینجا رفتی سوار چی میشی از کجا میرسه کاری که گوگل مپ واسه ما انجام میده یک گوگل مپ ذهنی باید داشته باشید تو حل مسئله و بعد فلانجا جا به اونجا بعد حالا شروع کنید برعکسش رو حرکت کنید برسید به اونجا پس اصولا من اگه جنبندی بخوام بکنم ما یک مرحله یادگیری داریم که گفتم فضای مجازی میتونه کمکتون بکنه و البته اساتید خودتون مرحله دوم تبدیل یادگیری به مفهوم و فهمیدن هست که به واسطه توضیح دادن پرسش و پاسخ کردن دیالکتیک کردن به چالش کشیدن نظرات همدیگه ایجاد میشه که اگه سر کلاس کلاس معکوس ندارین خب میتوانید در دور همیای خودتون به صورت فریدیسکاشن این انجام بدید و بعد هر جفت اینا هدفگیری میشه به سمت یاد به سمت حل مسئله که مهمترین چیز الگوریتمشه و پس از اینکه الگوریتم به دست اومد خب این تی اون الگوریتمه این مرحله آخر بالاخره باید دست به قلم بشید چهار تا مسئله حل کنید ولی تا مادامی که الگوریتم رو ندونید انگار هیچی نمیدونید من در کلاس های درس خودم رو این الگوریتم ها بسیار دقت میکنم اصلا تکنیک آموزش من در یک سال اخیر به صورت مسئله محور شده یعنی یه مسئله میذارم دارم سعی میکنم هر ترم بینو بیشترش بکنم وزنشو بیشتر کنم یه چند تا 10 تا مسئله میذارم رو میز از معکوس به سمت این مسئله من میخوام حلش کنم حالا چجوری جوری رو حل کنم وقت لذت بخش میشه مسئله الگوریتم ها رو من سر کلاس بسیار روش توجه میکنم و مفاهیم رو هم که در خلال پرسش و پاسخ ها بهش توجه میکنم و در کویز هایی که میگیرم اون الگوریتمایی که تو کلاس درس دادم به واسطه اون مفاهیمی که تو پرسش پاسخ جا انداختم اونها رو با کمک من با دست دستشون رو میگیرم و اون الگوریتم ها رو یه بار طی میکنن بچه به واسطه مسئله که منم کنارشون هستم و دیگه در انتهای یک چنین چیزی شخصی دارم که هم مطالب و خوب فهمیده هم می تفکر معکوس کنه الگوریتم ها رو درک بکنه چون 20 تا 30 تا مسئله مختلف رو تو کلاس گفتم دیگه اصلا آموزش رو به صورت مسئله محور و الگوریتمیک درس دادن که چجوری میشه رسید به اون جواب آخر و بعد که تو خلال کویزهایی هم که گرفته شده خب ایشون توانسته است این الگوریتم رو با توجه مفاهیم بکنه و به جواب آخر برسه در جواب آخر که جواب آخر چقدر مهمه برای ما یعنی شما یه مسئله رو درست حل کن جواب آخرت غلط باشه ساختمون رو 90 درصد راهش رو درست در راهی کن 10 درصدش اشتباه کن ساختمون بریزه بگی آدی ببخشید من جواب آخرم غلط بود ولی 90 درصدش درست بود ما باید به جواب درست برسیم حتی اگر 99 درصد راه حلمون درست باشه و اون 1 درصد غلط باشه که جواب آخر غلط بشه متاسفانه ارزش اون کاری که من انجام دادیم از دست خواهد رفت. خیلی خوشحال میشم شما هم نظراتی که در این مواردی که من عرض کردم، ابهامات و سوالاتی دارید و من به اشتراک بگذارید.